با سلام خدمت همراهان گرامی فرادرس، من یگانه آقا محمدی هستم و در این دوره آموزشی با آموزش تکمیلی نرم افزار ترادوس در خدمت شما هستم. در این فصل که فصل اول هستش به ترجمه فایل PDF اسکن شده میپردازیم. قبل از اینکه ترجمه فایل رو شروع کنیم، نیاز هستش که یک سری تغییرات در تنظیمات ویندوز انجام بدیم. در اکثر ویندوز هایی که ما داریم، فرمت فایل برای ما نمایش داده نمیشه. به عنوان مثال من اینجا یک فایل PDF برای شما انتخاب کردم که فرمت اون که به صورت .PDF هستش نمایش داده نمیشه. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، کلیک راست میکنیم و به قسمت Personalize و بعد Setting مراجعه میکنیم. از هر راه دیگه هم که بتونید به Setting ویندوز مراجعه کنید، پذیرفته هستش. در اینجا فایل اکسپلورر رو سرچ میکنیم و گزینه فایل اکسپلورر دیولوپر سیتینگز رو انتخاب میکنیم. بعد از اون میایم به این قسمت و گزینه چینج سیتینگز تو شو فایل اکستنشنز، گزینه شو سیتینگز رو انتخاب میکنیم. در این قسمت از زیر مجموعه هیدن فایلز اند فولدرز، گزینه هاید اکستنشنز فور نون فایل تایپس رو تیکش رو برمیداریم و بعد اپلای میکنیم و اوکی میکنیم. یک دور دیگه مجدد چک میکنیم که تیکش برداشته شده باشه و اوکی میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید الان فرمت فایل برای من نمایش داده شد که در اینجا به صورت .PDF هستش. در ادامه ابتدا فایل PDFی که میخواییم ترجمه کنیم رو بررسی میکنیم. این فایلی هستش که من انتخاب کردم. همونطوری که مشاهده میکنید این فایل به صورت اسکن شده هستش و من نمیتونم به صورت متنی اون رو انتخاب کنم. در ابتدا باید از ترادوس بخوایم این فایل اسکن شده رو بتونه به فایل متنی تبدیل کنه که این کار رو با استفاده از یک کانورتور برای ما انجام میده. برای ترجمه این فایل من برنامه ترادوس رو باز میکنم و در صفحه ویلکام فایل مورد نظر رو به صورت drag and drop قرار میدم. گزینه Translate as Single Document رو انتخاب میکنم. شما اگر بخواید یک پروژه جدید باز کنید میتونید گزینه Create New Project رو انتخاب کنید. در اینجا نیاز هستش که زبان مبدأ و مقصد مشخص بشه که خیلی با این قسمت کاری نداریم. برای گزینه Advanced در این قسمت کلیک میکنیم. ما میخواییم به برنامه ترادوس بگیم که فایل PDF ما رو به چه صورت بخونه. در پنجره‌ای که برامون باز شده از سمت چپ فایل تایپس رو انتخاب میکنیم و میاییم یک مقدار پایین تر تا به PDF برسیم. از این قسمت بر روی کانورتر کلیک میکنیم. در سیکشن مربوط به Recognize PDF Text باید مشخص کنیم که تکست ها یا فایل های متنی که توی PDF قرار داره رو به چه صورت برای ما انتخاب کنیم. من از این قسمت گزینه Every Character رو انتخاب میکنم تا بتونه عکس ها رو هم یا PDF های اسکن شده رو هم برای من به فایل تکست تبدیل کنه. برای اینکه مطمئن بشم درست انجام میده، یک فایل PDFی که به صورت عکس هستش و اسکن شده هستش رو در اینجا قرار میدم. خب فایلی که من انتخاب میکنم این فایل هستش. بعد از اینکه اون رو باز کردم یک دور پریویو رو میزنم. در اینجا فایل من رو داره تبدیل میکنه. یعنی فایل اسکن شده رو به فایل قابل خوندن داره تبدیل میکنه. که این نتیجه‌ای هستش که مشاهده میکنه. به نظر میرسه تبدیل اون به تکست یا متن به خوبی انجام شده. من این رو میبندم و بر روی اوکی کلیک میکنم. بعد از اون هم مجدد از این قسمت بر روی اوکی کلیک میکنم تا فایل رو برای من باز کنه. خب همونطور که مشاهده میکنید این فایلی هستش که باید اون رو ترجمه کنم. الان ما میخواییم شروع کنیم به ترجمه این فایل PDF. اگر خاطرتون باشه این فایل PDF رو از فایل اسکن شده برای ما ساخت و خیلی طبیعی هستش که یه قسمت هایی ایراد داشته باشه. به عنوان مثال این قسمت که سگمنت 11 هستش یه عبارت عجیبی نوشته شده که توی متن اصلی به این صورت بوده، مثلا Dear Pete بوده. همونطور که میبینید من فایل سورس رو نمیتونم تغییر بدم و اگر کلیک راست هم بکنید گزینه Edit Source غیر فعال هستش. برای اینکه بتونید فایل سورس رو تغییر بدین به Project Settings مراجعه میکنید و از این قسمت Project رو انتخاب میکنید.
بعد تیک گزینه Allow Source Editing رو میزنید و گزینه پایینیش هم فعال میشه Enable Merging Segments Across Paragraph که این گزینه رو هم تیک میزنید و بعد اوکی میکنید. حالا برای سگمنت مورد نظرتون کلیک راست میکنید و Edit Source رو میزنید. در اینجا میتونید عبارتتون رو اصلاح کنید. این عبارت برای من اصلاح شد و بعد میتونید فایلتون رو ترجمه کنید. از کانورتور استفاده کردین در دایرکتوری فایلتون یک فایل با فرمت داکیومنت ایکس یا همون ورد هم ایجاد میشه. میتونید تغییراتتون رو در این فایل انجام بدین و بعد همین فایل ورد رو ترجمه کنید. که من میتونم خیلی راحت فایل ورد رو اصلاح کنم و بعد فایل ورد رو به عنوان یک پروژه جدید در برنامه ترادوس باز کنم و اون رو ترجمه کنم.